بزرگداشت خدمات آقای دکتر نجفی بود. آقای دکتر نجفی ساکن سان دیگو هستند. آخرین وزیر دادگستری دوران شاه بودن و لطف کرده بودن، خواسته بودن که من معرفیشون رو به عهده بگیرم و من باشون بارها باشون صحبت کرده بودم برای کتاب شاه، ولی این بار در مورد زندگی خودشون، اونهایی که ایشون رو میشناسن میدونن چه تواضع و فروتنی شگفت‌انگیزی داره. یکی از رجال بسیار پاکدامن اون دوره است واقعا، که من میدونم اصلا شگفت‌انگیز پاکدامنش. من در مورد بعضی از پرونده هایی که مثلا زیر دست ایشون بود باشون صحبت میکردم، چند نکته خیلی جالب برای من، حداقل سه پرونده خیلی معروف زیر دستش میاد. یکی پرونده احمد نفیسی است، یکی پرونده درخششه و یکی پرونده خرم. در پرونده درخشش میگه که وزیر میخوادش، پرونده درخششو بهش میده و میگه که ساواک دلش میخواد و علازد دلش میخواد که این بازداشت بشه، شما برید این پرونده رو نگاه بکنید و حکمش رو صادر کنید. میگه من رفتم پرونده رو خوندم، دیدم که جرم درخشش این است که از بودجه محرمانه خودش، بودجه محرمانه وزیر، خاطرتون باشه این رئیس انجمن مهرگان بود، رئیس کانون به اصطلاح معلمان بود، وقتی که اعتصاب کردن و اون معلم کشته شد، او رو آوردن وزیر فرهنگ کردن، اون زمان وزیر آموزش پرورش نبود و ظاهرا از اطراف و اکناف مملکت براش تلگراف تبلیغ می‌فرستادن. اون زمان هم به قول آقای دکتر نجفی حقوق وزیر 2000 بوده، 1962، و این برای جواب دادن این تلگراف ها 10,000 تومان خرج کرده و این 10,000 تومان از بودجه محرمانه داده. بعد می‌خواست براش پاپوش سیاسی درست کنن، گفتن این اختلاس کرده از بودجه محرمانه و بودجه محرمانه رو به فاده شخصی رسونده. این سرباز میزنه از این کار، میاد به وزیر میگه که این پرونده ساختگیست، من حکم صادر نمی کنم. میگه همون وقتی که من تو اون دفتر بودم نصیری زنگ زد، ظاهرا اون وقت رئیس شهرداری بود. تیمسار نصیری زنگ زدن، به کی زنگ زدن؟ تیمسار نصیری به آقای دکتر نجفی زنگ زدن. آقای دکتر نجفی اون موقع دادستان بودن؟ بله اون موقع دادستان بودن. بله. و گفتن که امر اعلی حضرت هست که ایشون بازداشت بشن و دکتر نجفی هم در جواب میگه که شما، یعنی درخشش بازداشت بشه، درخشش بازداشت بشه. نجفی میگه که من زیر این بار نمیرم، این رو امضا نمی کنم، برای اینکه شما یک حکم شفاهی شاه رو دارید محل واسطه به من میرسونید، در حالی که من یک حکم کتبی توشیح شده شاه رو در دست دارم. مسیری میگه چه توشیح در دست دارید؟ میگه که من قانون اساسی رو در دست دارم، ماده 121 قانون اساسی که اعلی حضرت هم اون رو توشیح کردن دقیقا مصداقش در این مورده و اجازه نمیدید که ما اون رو با این پرونده‌ای که شما فرستادید بازداشت بکنیم و از این کار امتناع میکنه. البته بعد از مدتی از کار برکنارش میکنن، ولی کار دیگری بهش میدن که در حد توانایی است. دو سه پرونده دیگر مهم هم هست که همش به نوعی ایشون درش درگیر بوده قبل از اینکه وزیر بشه. یکی پرونده احمد نفیسی است، شهردار تهران بود اگه یادتون باشه. بله. اون پدر آذر نفیسی است که در این دو کتاب آذر نفیسی، کتاب اولش که خیلی لولیتا خانی و بعد کتاب دومش اون چیزهایی که تا به حال در موردش سکوت کردم در خاطراتشه، این کتاب دوم اتفاقا پدر خیلی نقش اساسی داره. من اگه یادتون باشه ماجرا از این قرار بود که اون جلسه معروف آزاد مردان و آزاد زنان رو راه انداخت و قرار شد که خیلی ستارش به نظر می آمد در حال برآمدنه، ولی یه دفعه انداختن زندان به جرم دزدی و به جرم اینکه از مقاطع کارها رشوه گرفته. صدق در یک موردی
حکمی، اینها یه قراردادی داشتن با یک کارخونه که باید یه مقداری کارها رو برای وزارت دفاع اون زمان یا وزارت جنگ انجام میداد و اگر انجام نمیداد اونها میتونستن این املاک و این کارخونه و این به اصطلاح مستقلات رو تصاحب بکنن و مصدق حکم صادر میکنه که این رو مصادره بکنن، این کارخونه رو. پرونده میاد زیر دست ایشون و ایشون دوباره پرونده رو نگاه میکنه و میبینه که صاحبان کارخانه ادعا میکنن که اون چیزی که قرار بوده به دولت تحویل بدن، مقداری نخ و اینها تحویل دادن. این حکم منع اجرا صادر میکنه، توقف اجرا صادر میکنه و دوباره وزیر خیلی به هیجان میاد، میگه حکم دستخط آقای مصدق رو شما چیز کردید، میبرنش ولی دکتر مصدق و دکتر مصدق میخونه پرونده رو و میگه که حق با شماست، ما افراد قضات اینجوری بیشتر در مملکت نیاز داریم. منصور هم عملا همین حرف رو میزنه، منصور ازش تقدیر میکنه در مورد درخشش، در مورد امینی، علی امینی ای خاطرتون باشه، پرونده‌ای براش میسازن که زنش در زمانی که امینی مستر کار بود به شهرداری کشور تهران زمینی رو به قیمت بالاتر از ارزشش فروخته. بعد که امینی مغضوب شاه شد دستور میرسه که این پرونده رو به راه بندازید و اینو براش چیز بکنید. این پرونده میاد دوباره زیر دست ایشون، میگه که من یه آدم خیلی صادقی رو که میدونستم اهل زور و رشوه نیست پیدا کردم، موظفش کردم بره قیمت این زمین رو تخمین بزنه در اون زمانی که فروخته شده بود و بر اساس گزارش او معلوم شد که خانم امینی و شوهرش هیچ کار خطایی نکردن، زمین حتی به قیمتی اندکی کمتر از نرخ بازار فروخته شده بود و اونجا هم من ایشون رای به براعت میدن. تجربه شون با خود شاه هم بسیار بسیار جالبه، یعنی اولا در تمام مدت به رغم این که چندین بار در مقابل حکم وزیر یا در مقابل ادعای نصیری که حکم شاه بر فلان چیز قرار گرفته، این در مقابل این احکام و زورگویی ها وای میسه و میبینیم هیچ ضرر جانی نبود، تبعیدش نکردن و تقریبا در همه موارد بعد از یه مدتی کار بهتری هم بهش دادن. یعنی این به گمان من تجربه او یک مهر باطلی است بر ادعای خیلی ها که میگن نمیشد کاری خلاف اون چه که کردن بکنیم، اگر دستور میامد بایستی اجرا میکردیم، کسی در مقابل شاه نمیتونست بیسته. تجربه دوران وزارتش هم خیلی جالبه، میگه وقتی که وزیر شد رغبتی وزیر شدن نداشتم من، اونم در شرایطی که اظهاری قرار بود نخست وزیر بشه. شاه میگه که من قربان آدمی هستم که به نص قانون اساسی اعتقاد دارم، حکومت نظامی وقتی است که شما میخواید قانون اساسی رو معلق بکنید این مدتی، من رو نباید وزیر بکنید. شاه اصرار میکنه میگه من از شما میخوام و خب این یک عمر واقعا با پاکی و با درستی و با ایمان عظیمی به قانون زندگی کرده بود و نام نیکی درست کرده بود، وجاهت ملی داشت، از جمله معدود کسانی بود که این وجاهت ملی رو فکر نکرد باید به خودش به قبر بره، فکر نکرد این وجاهت ملی رو باید به هر قیمتی حفظ بکنه. کسانی مثل او، دکتر صدیقی، واقعا از این بابت به نظر من سرمشق‌های درخشانی هستن. میپذیره حکم نخست وزیری رو با شرط ها و شروط ها میپذیره. در یکی از اولین جلسه ها به شاه میگه که من دارم پرونده تدارک میکنم برای اینکه هویدا رو بازداشت بکنه. شاه گفته آقای دکتر نجفی از جا پرید، برافروخته شد، گفت یعنی چی؟ اون که کاری نکرده، اون که تو اینا هیچ دزدی نکرده. میگه به شاه گفتم قربان دزدی برای نخست وزیر تنها جرم نیست در قانون اساسی، چیزی نزدیک به 40 تا جرم قابل تعقیب برای نخست وزیر است، فقط 5-6 تاش مالی است، بقیهش عمدش غیر مالی است. گفت خب مثلا به چه چیزی میخوای شما ایشون رو بگیرید؟ یه گفتم به جرم شرکت در حزب رستاخیز. یه شاه
یعنی برافروخته شد. گفت که اونو که دستور ما بود، یه بهش گفتم بله دستور شما بود، ولی شما طبق قانون اساسی از هر گونه مسئولیتی مبرا هستید، مسئولیت مطلق دارید، ولی نخست وزیر حق نداره قانونی که فرمان غیر قانونی اجرا بکنه. فرمان شما غیر قانونی بود، ولی شما طبق قانون قابل تغییر نیستید. او فرمان غیر قانونی رو اجرا کرد و قابل تعقیبه.